صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می‌گردد. تاریخ را برای آن می‌آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، بابی سی، رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن ایلینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. پس از مرگ اسکندر مقدونی، نه اینکه اهل آیله او، بلکه قریب همه سرلشکرانش یک پس دیگر به طور فاجعوی نابود شدند. قسم هنگام جنگ و جدال داخلی و خونریزی های بین همدیگر کشته گردیدند، قسم قربان سوی قصد و مرگ غافلگیر شدند، بعضی ها به دست رقیب افتاده حکم قتل گرفتند. از همصفان اسکندر کم کسی است که به استثناء پتلمی لگ از مرگ طبیعی فوتیده زندگی آسوده حالانه به سر برده باشد. سیاست دولتداری و نظام اداره‌کنی مملکت در دوره سلیوکیان از سیاست پیشگرفته اسکندر مقدونی فرق میکرد. اگر اسکندر در نهایت کار سیاست سازشکارانه آمیزش تمدن ایلینی را با تمدن شرقی از جمله آریایی پیش گرفته، از اتحاد خلقیت های شرق و غرب یک امپری جهانی بنیاد کردنی باشد، وارثان او بعد تلاش و بی‌براری های پی در پی از بحر متحدسازی و نگهداری امپری یگانه برآمدند. از جمله سلیوکیان نیز والی ها و حاکمان محلی را از سر قدرت دور نموده، به جای آنها مقدونیان و یونانی ها را برای اداره کنی ولایت های زیردست پیشبری کردند. در اداره کنی مملکت اصول معمولی دولت های ایلینی نفوذ یافت که موافق آن جان و حال و سرمایه مغلوب شده به غالب منصوب است. سلیوکیان موافق روایت اپیان، چون اسکندر مقدونی در قلمرو دولت خیش به بنیاد کردن شهرها شروع نمودند تا که با نگاه داشتن اطریدهای حربی هم موقع خود را استوار سازند و هم طرز اداره کنی ایلینی را براه مانند. قلمرو دولت سلیوکیان با ولایت‌های نسبتاً خرد عبارت از ساتراپیا، اپارخیا و گیپارخیا ها تقسیم شده بود که موافق اخبار اپیان 72 ولایت را فرا می‌گرفت. از روی عقیده محققان، افزودن شماره ولایت‌ها و خرد کردن حدودهای آن به خاطر سوس نمودن کوشش‌های جدایی‌خواهی مردم محلی، آسان نمودن اداره‌کنی و جمع‌آوری انداز و پیشگیری آشوب و ایسیان‌ها بود. ولی با وجود همه این تدبیرها، کوشش‌های آزادی‌خواهی و آشوب و ایسیان‌های نیاگان ما مردم باختر و سغد آرام نگرفت. به قول اکادمیک باباجان غفوروف، موافق بعضی معلومات‌های بی‌واسطه، در آسیای میانه در ابتدای عصر 3 پیش از میلاد ضد حکمرانی سلیوکیان ایسیان‌ها شده، در عین حال به ملک‌های آسیای میانگی سلیوکیان قبیله‌های کوچمنچی حمله کردند. در عین این آشوب‌ها بسیار پایگاه‌های دولت سلیوکیان خراب گردیدند. مثلا اسکندریه مراغا و اسکندریه اقصا که هنوز اسکندر مقدونی ساخته بود به خاک یکسان شدند. من بعد سلیوکیان این شهرها را برقرار نمودند و در اطراف واحه مراغا دیواری ساختند که 250 کیلومتر طول داشت. سرلشکر سلیوکیان دمادم ضد کوچمنچیان که در آن طرف دریای سیر مکان داشتند لشکر کشید. با توفیل یک قطار تدبیرهای حربی و سیاسی و دیپلماتی به انتیوخ میسر شد که نهضت ضد سلیوکیان را فرو نشاند. سلیوک یک به خاطر استوار نمودن نفوذ ایلینی ها و تحت وسایت خود نگاه داشتن قلمرو شرقی امپری سلیوکیان از جمله باختر، سوق، مرغیان و پرفیا، پسرش انتیوخ را سال 293 به خود شریک حاکمیت اعلان نموده، سروری شرق را به اختیار او واگذاشت. چنان که در بالا اشاره کردیم، انتیوخ نبیره سپیتامن، پسر قانونی دختر او اپاما و سلیک بوده، در وجودش خون شرقی و ایلینی داشت و از این رو آسیای میانه برای انتیوخ کشور اجدادی او حساب میشد. میتوان گفت که مادر انتیوخ اپاما در برابر سلیوک صاحب نفوذ و اعتبار زیاد بوده، شوهرش به شرف او چندین شهرها بنیاد نموده است که یکی از آنها اپامیا در میانه جای رود آرنگ واقع بوده، همچون شهری کلان تجارتی شهرت داشته است.
Ҳамчунин мувофиқи ахбори Апиан, Селев дар давоми подшоҳии хеш ба шарафи занаш Апама се шаҳри Апамея сохта ба бисёр шаҳрҳои бунёднамудааш дар Сурия ва сарзамини барбарҳои Осиёи боло номи шаҳрҳои Эллини ва Мақдуниро мегузорад. Саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.